وزیر دفاع ایالات متحده ای امریکا دیروز در یک کنفرانس خبری در مقر پنتاگون گفت مطمئن نیست که خروج نیروهای امریکایی از افغانستان شروع شده باشد اما افزود که بیرون شدن این سربازان باید در ظرف ده روز بعد از امضای توافقنامه ای که روز شنبه ای این هفته صورت گرفت شروع گردد آقای اسپر گفت که جنرال اسکات میلر فرمانده نیروهای امریکایی در کابل خروج سربازان را شروع می کند. و شمار سربازان امریکایی در افغانستان را از 13 هزار کنونی به 8600 تن کاهش می دید. سپس او این برنامه را متوقف کرده و بررسی می کند که آیا طالبان شرایط را عملی کرده اند یا نه. توافقنامه امریکا و طالبان بعد از یک هفته کاهش خشونت در شهر دوحه پایتخت قطر امضا شد. حکومت ایالات متحده ای امریکا میخواست تا با این کاهش یک افتایی خشونت و جدیت طالبان در این پروسه را مورد آزمایش قرار دهد ده وزیر دفاع ایالات متحده ای امریکا افزود انتظار ما این است که کاهش خشونت ادامه یابد و افزود مقام ها تلاش می کند تا مشخص کنند که کی مسئول اعمال خشونت است جنرال مارک ملی لوی درستیز اردوی ایالات متحده ای امریکا گفت این انتظار وجود ندارد که خشونت ها در افغانستان به سرعت و بس صفر کاهش یابد همچنین مارک اسپر وزیر دفاع امریکا گفت که خشونت ها تا زمان شروع مذاکرات بین الافغانی در تاریخ دهم مارس مارچ سال روان کم خواهد شد اسپر گفت این پروسه یک مسیر طولانی طوفانی و ناهموار خواهد بود فراز های وجود خواهد داشت و با توقف و شروع مواجه خواهد بود در کاخ سفید از رئیس جمهور ترامپ ام این سوال راجع شد که آیا مذاکرات بین الافغانی به تاریخ دوم مارچ شروع خواهد شد او در پاسخ گفت ما این را در خواهیم یافت ما خارج می شویم ما می خواهیم خارج شویم ما دیدارهای خوب با طالبان داشتیم ما می خواهیم افغانستان را ترک کنیم و سربازان خود را به خانه برگردانیم این در حال است که کمیسیون نظامی طالبان روز دوشنبه به جنگجویان این گروه فرمان صادر کرد که حملات خود علی نیروهای امنیتی افغانستان و اداره دست نشانده کابل را از سر بگیرند اما بر نیروهای خارجی حمله نکنند نظیر عظیم کریمی خبرنگار آزاد مقر پنتگان واشنگتن دی سی.